یه کولر سقفی رو اینجا داریم، اصطلاحی که بهش میگیم سقفی به خاطر اینکه توی سقف نصب میشه، توی انگلیسی بهش میگیم کست، ایر کاندیشنینگ کست، و یکی از اون تایپ های ایندور یونیت، یعنی همینجوری که میدونیم کولر گازی ها یونیت های داخلی متفاوتی دارن، مثل دیواری این مدل سقفی میشه، مدل داکت رو داریم و مدل زیر سقفی که آندر سیلینگ داریم. ولی امروز میخوام اینو توضیح بدیم که از مرحله باز کردن پکیجش که چجوری پکیج رو باز بکنیم، چه چیزایی داخلش هست، چه نکاتی رو باید تو نصبش رعایت بکنیم. بعد میان یونیت بیرونیش که اصطلاحاً بهش میگیم outdoor unit، یا توی قولان تو فارسی هم بهش میگیم condenser unitش هست. بعد یه چند تا نکته در مورد کنترلش توضیح میدیم که بعد که در مورد کنترلش توضیح میدیم. خب از باز کردن یونیت شروع میکنیم. یونیتی که خواستیم باز بکنیم، بساری که خواستیم باز بکنیم، حالا اگر که تیغ داشته باشین که با تیغ باز میکنه، اگه نداشته باشین میتونید راحت اینا رو از اون سمت اونورش بگیرید، راحت اینا رو باز کنید. بعد اون کانکشنش رو پیدا کنید، کانکشنش که پیدا کردیم یه ذره رو بکشیم بزنیم باز میشه. دو تا لبه داره، یه لبه کوچیک داره احسن، یه لبه بزرگ داره. دو تا لبه داره. اگه حتی اینم بزرگتر بود میتونستیم اینو بکشیم، ولی اینکه بلندتره رو بکشیم ببینید باز میشه، حتی زمانی که یه ذره دیگه بگیریمش باز میشه. خب کاری که اکثرا بچه ها میکنن به مرزی که اینو باز میکنن، اینو بر میدارن بزنش دور که نمادی اتفاق بیفته. این شابلون رو، این شابلون رو هست. خب دقیقا این شابلون کار، این چهارت سراخ رو که میبینین این دقیقا شابلون هست و اینقدر کار برامون راحت میکنه برای یک نصب جدیدی. خب این سوراخ وسط سوراخ مرکزیش هست، این چهار تا سوراخی که روش نوشته، این چهار تا سوراخی هست که اگر از این سوراخ به این پایین نگاه بکنید دقیقاً اومده راست اینجا شده، یعنی این سوراخ رو الان از یه چیزی بزنم داخلش بیا پایین، چهار قسمت اون چهار قسمت اون، یعنی دقیقاً اینی که بزنم بیاد پایین، این سوراخه میاد متوازی اینه دقیقاً، از این شابلون همینا هم با اینجا و با اینجا با چهار تا دیگه داریم. حالا کاری که انجام میدیم میان این شابلون رو برمی‌داریم از رو دستگاهمون سیف میشنیم. آره حالا اینو میانیم توی سقفمون پیچ میکنیم، یعنی ما اینو میتونیم این بغلش اینجور باز کنیم، این بغلش اینجور باز کنیم، این بغلش اینجور باز کنیم، حالا یه مقداری اگر که این بغلش اینجور برسته میشه. حالا دیدیم که بعضی از نصابا اینو همون بالا نگه میدارن، حتی این تیکه های بغلش هم با تیر میزنن، اضافیره که یکمی شیکتر بشه، قشنگتر بشه. یه نفر نه بگی نگاه کن یه کارتون اینو همینجور گذاشته تو سقف، درست اینو میایم پیچ میکنیم، اون کاری میکنیم یه پیچ اینجوری میذاریمش مستقیم به سقف، بله مرکز پیچ میذاریم احسن. بعد دیگه بو میسیم این تراز هست، تراز بودنش یعنی اینکه از پایین که بهش نگاه میکنی یه دفعه اینجوری نباشه، منطق ترازی داشته باشه که ما هممون یه منطق ترازی رو داریم که اگر فاصله 2 متری 3 متری به یه چی نگاه میکنیم میتونیم بگیم که آقا این کجه یا راسته، یعنی کاری که انت بود که نصب کردیم. آره باری کلا آره اینو واسه میکنیم چی وسط سقف که اونجا که واسه کردیم، وسط سقف که واسه کردیم پیچمون که زمین میایم پایین نگاهش میکنیم و همکار دیگه مون میگیم که یکم بار سمت چپ یکم بار سمت راست، بعد که زمین اینجا رو با ماجیک علامت میزنیم. بعد کاری که انجام میدین اگر که سقفمون بتون باشه که رو پلاکای بتون میزنیم و این اصطلاحاً پیچ متریمون یا بهش میگیم رود رو پیچ میکنیم تو سقف، چهار تا پیچ از سقفش میاد بیرون. اگه سقفمون چوبی باشه، تیمبر چوبی باشه، یا مثلا اینجا رو نگاه کنید این وسطش نمیتونید دقیق یه جوری بزنید که این چهار تا نقطه بره تو این زدای سوله. کاری که انجام میدین میایم یه چنل رو به ابعاد این 78 سانت میبریم، یه چنل بزرگی میبریم، چنل بزرگی که گذاشتیم اینجا تو سقف، این موره میره داخلش میچرخه. خب بعد موره نیه، موره بالا گیر کرده، موره که بالا گیر کرد یه واشر مربعی داریم، بعد اینو سرچ میکنیم، اینجا سرچ میکنیم. اینی که سرف کردیم تصور بکنیم که این چنل اینجوری رو سقفه و این موره رو قشنگ تنظیم کردیم، شابلون رو آوردیم، این پیچه رو توی چنل برابر کردیم تو زمانی که این فیت این شده. می‌بینی وقتی که چهار تا پیچمون فیت شد، وقتی چهار تا پیچمون فیت شد دیگه نیاز به این شابلون نداریم، شابلون رو کارمون با شابلون تموم شد. خب می‌بینی پلاستیک رو برداریم، پلاستیک رو
دفترچه رو داریم. دفترچه رو به معنی که دفترچه رو که یه دستور نصب برداشو داریم و دستور نصب لوله کشیش داریم که این دوتا برای ماست، برای انجینیر هاست که میخونیمش. این متعلق به مشتریه که وقتی کارمون تموم شد میریم به مشتری میگیم این یوزر منواله، you can keep this one، اینو میتونی شما نگه داری. حالا که این دستور کارشو الان میخوام من توضیح بدم که الان اگه خودتون خواستی میتونی توی دفترچه‌اش بخونی که اینو دارم واقعا میذاریم کنار اینجا بذاریم یه برای بستر داخلش هست. بستر که باز بکنیم، بستر رو بکنیم بالا باز کنیم که چیه داخلش گم نشه. خب اومده سه تا بسه، سه چهار تا بسه زیپی بهمون داده که حالا میگیم از کجا استفاده میکنیم. واشر داده، هشت واشر داده. چرا هشت واشر داده؟ چون که این زمانی که این پیچه اومد پایین، این تصور کنید که این تو سقف بسته شده، این اومد پایین، یه واشر اینجا داره اومده رفته پایین، یه واشر زیر خورده، یه موره خورده اونجا و بالانسش کرده. حالا این تصور بکن که از سقف اومده پایین، بعد ما یه واشر رو گذاشتیم اینجا. خب این واشره من میخوام کوله رو بزنیم زیرش که بیاد بالا. خب اگه واشر رو برکنیم واشر میفته. حالا داخل پکیجش اینو که اینجا گذاشته، اینا رو میاد تیکه تیکه میکنیم. یه تیکه اینجا شده که برام میشه این تیکه اینا رو معامله همین. اینو چهار تا از اینا داخلش گذاشته، اینو میام چیکار میکنیم؟ میام میزنیم داخل اینجا. البته این الان اینجا وایساده. این البته برای موره این رودی که اینجا داریم M8، این برای M10ه، ولی الان هم بازم همینم وایساد. حالا یه موقع هست که اینو نذاریم، کاری که انجام میدیم یه تیکه چسب نواری میزنیم اینجا که این واشر وایسه. چرا میخوایم واشر وایسه؟ چون میخوایم بره توی کولر، بعد که رفته کولر موره بعدی، موره که بعدی که رفت پیچ بعدی بزنیم و ترازش بکنیم. خب اینو متوجه شدیم، این چهار تا هم فهمیدیم. این یکو این دو برای چهار تا سمت اونورش هست، برای چهار تا سمت اونورش هست. یه تیکه اینجوری داریم که این برای چی استفاده میشه؟ کولر ما بردیم بالا و کولر چون که کولر سقفی هست میخوایم با سقفمون لول بشه. کارای این اینه، شابلون در واقع این دقیقا شابلونی که بعد چهار طرفش تراس کنیم. به طوری که انجام میدیم این میخواه الان این شابلون رو توضیح ببرم سمت سی نگشت. ما الان کاری که میخواهیم بکنیم کلا میخواهیم برش گردیم رو دست ما، میخواهیم برش گردیم این دست ما کارتون زیرش اینجا نکن. خمان وزن این کوله تقریبا 27 کیلو هست، یعنی دو نفره میتونم بزنمش بالا. ولی بازم توصیه موقع بچه ها یکی از لیفت استفاده کنن. یه سری لیفت هایی داریم بهش میگیم جینی لیفت. این جینی لیفت رو میخوریم زیرش رو میره بالا. خب حالا تصور میکنیم که این کولر ما رفتیم تو سقف بالا نصب کردیم، این هم سقف مشتری هست. بله. روی این کولر چطور میشه؟ میخواد یه پنلی بخوره، اون پنلی که الان توضیح میدیم. حالا بحثمون اینجاست که این از سقفمون چقدر بالا باشه و چقدر پایین باشه. فرض میکنیم یه سقف پلاستر بوردی داریم که یه سوراخ رو به ما دادن و ما میخوایم ببینیم این کولر چجوری لولش کنیم. از این شابلون استفاده میکنیم. این شابلون کارایش اینه که اینجا از پایین بگیره پرواتر این اینجا اینجوری میره داخل این اینجا وایساده. اگه این سقفمون با اینجا وایسته، حالا اینو چهار طرف میچرخونیمش. بذاریم اینجا این لبله یا نه؟ بذاریم اون رو شما بذاریم اون برای سمت خود بذاریم. این چهار طرف میداریم، هر جاش که دیدیم نیست پیچه رو شروع صرف میکنیم ببینیم اینه دقیقا. یا حتی اگر که ما یه جایی هست که سقف نداریم ولی میخواییم ببینیم آیا این کولر ما نسبت به سقف منتراز هست یا نه، اینو میذاریم اینجا، مترمون رو میزنیم به سقف و میزنیم به اینجا. میبینیم آقا داره 30 سانت میخونه، و برام می‌زنین 30 سم، برام می‌زنین 30 سم، یعنی با یه ابزار خیلی کوچیک ما کولر رو قشنگ تراس کردیم. خب برش گردیم با هم حالت کنیم. خب این کولر کاری که انجام میده همینجوری که داریم از سیستمش می‌بینیم، این الان برعکس میشه میره تو سقف، ولی از این وسط هوا رو میگیره از این چهار طرف میده بیرون. حالا اینجا که نگاه می‌کنین اینجا این اواپراتور، نگاه کن صدای دستم بشنوی، این اواپراتور، یعنی هوا از اینجا گرفته میشه میره و از این چهار طرف میزه بیرون که اصطلاحا بهش میگیم فور وی، یعنی چهار طرف
آره از چهار طرف هوا رو میده بیرون. چون حالا برمیگردیم میایم اون پنل طریقه نصب پنل رو روش نصب میدیم. الان تو اینجا رسیدیم که ما این کوله رو گذاشتیم روی بالا و چهار طرفش رو تراس کردیم. حالا خیلی مهم است که مدامانی که میخوایم شابلون رو بذاریم که این نکته رو فراموش نکنیم، روی شابلون اینجا نوشته refrigerated pipe. یعنی چی؟ یعنی این رو میدونیم که این کولره یه جاش خروجی گاز داره، یه خروجی گاز اینجا. یعنی پلاستیک هم میکنیم، این هم میگیم الان خروجی گازش اینجا. ما اگر هم که بخوایم کولر رو اینجا به این سقف فرض بکنیم، نصب بکنیم که لوله از این بر بره بیرون، مسلماً شابلونمون رو جوری میزنیم که این ریفریجریشن پایپش طرفمون بر این بر باشه. اینو بعد آره، چون که اگر که اینو مد نظر بگیریم این ابعادش با هم فرق می‌کنه. اینجا ابعاد 77.8 داریم، اینجا 725 میلی متر داریم که میشه 72 سانتی متر و نیم، 77 سانتی متر و 8 میل و میلی متر گفته. حالا اگر که اینو لون از این ور میاد، اینو باید شابلون اینجوری می‌گذاشتیم. این فقط نکته رو باید تو شابلون رعایت کنیم. خب. نصب کردیم این سمت لوله‌های تخلیه‌مون رو، لوله‌های رفریجرنش تو این پلاستیکی که باز کردیم، دو تا نصف از این لوله‌ها و آیقا رو داشتیم. سیکاری که انجام میدیم این دو تا زمانی که لوله‌ها رو وصل کردیم، لوله دیسچارجمون هست که خط مایع میام و لوله سکشنمون هست. ما آچه فهم سر دیگه لوله ها رو به این صورت باز میکنیم. معمولا قبل از که ببریمش بالا یه ذره شلشون میکنیم که خواستیم لوله ها رو بهش وصل کنیم. لوله رو شل میکنیم. لوله که باز کردیم یه درپوش داره، درپوش رو فشار دیم، درپوش روش در میاد که بعد لوله سه هشتم اینجا میخوره و از فلر میشه که فلر گردن هم به قولم دقیقا کارایش میدونیم. خب الان لوله 3 8 میخورم، اینا که باز میکنیم این برش هم لوله 5 8 تومه میذارم که یادش. خب این هم بزن به این صورت. خب اومدیم ممی لوله ها رو فلر کردیم، زدیم رفتیم داخل. یه دونه نازک داریم، یه دونه کلوفت داریم، چون که این موره رو ما آیه کنیم که کاندنسیشن نشه. فرض میکنیم لوله مون اینجا رفته، این میاد اینجا دور لوله بسته میشه، چسبش کنده میشه و بر میگرده سر کار، روش میخوره سمت این. همین روانم توی لوله بعدی داریم. بعد دوباره اومده بازم که یه کمی محکم کاری بشه، این که خورد روش، این لوله که خورد روش کامل، این لوله که کامل رفت لوله، بعد دوباره بازم برای که یه مقداری اون درز پشتی رو بگیره اینم بازم ممکن باشه. می‌ذاره سمت اون کم آیه گونه کامل باشه. خب دیگه هیچ چیز، یه تنها چیزی که توی این پلاستیکایی که مونده بود این لوله تخلیه است. لوله تخلیه کولرای صرفی خودش یه پامپی داره. دیگه اینجا اومده روش شیشه‌ای کرده و کاری که انجام داده این است که ما میتونیم از زیر، یعنی شبکه رو که باز کنیم از زیر میتونیم ببینیم که آیا پامپ داره کار میکنه، پامپ داخلی یا نه. برای که یه موقع است که پامپ خرابه، شروع میکنه از آپراتور آب نش میکنه، مشتری میگه آقا کولر سخفی داره آب نش میکنه، سری روکشو که باز میکنه از این دریچه. قبلا اینجوری نبود، قبلا اینجا کلا فوم و پامپ شما نمیدیدی، ولی این دیزاین جدیدشه که مدام طراحی که شما بتونید پامپو ببینید. خب خود این پامپ آبی که از توی اواپراتور جمع میشه رو پامپ میکنه بیرون، که ما توی نصب کارمون اینه. یه طرف این لوله نرمه، یه طرفش سفته. این طرف نرمه، میبینی بازم تو خودش هم توضیح داده، میگه این طرف نرمه دقیقا همین میره سمت البته این کاغذ رو برعکس گذاشته که اینجوری باشه. هر کاری کاغذ نداره، یه طرفش نرمه، یه طرفش سفته، بس میره روی لوله، میره داخل، بس صفر میکنیم. خروجی این یه سری تبدیل های مخصوصی داریم که اینو تبدیل میکنه به لوله 15 و اگر که رامون نزدیک باشه این خود لوله میتونه آب پمپ بکنه، این خود پمپ میتونه پمپ بکنه بیرون. ولی تو مسافت بالاتر 5 متر که داریم، این باید یه پمپ بیرونی داشته باشیم که یه دونه پمپ رو اینجا نصب میکنیم، مثلا پمپی که تو سردخونه میذاریم، این میاد آب و پامپ میکنه داخل پامپ سکند، پامپ دوم پامپش میکنه به بیرون. سمت کندنسر بیرون. خب اواپراتور داخلمون رو نصب کردیم، رفتیم سمت کندنسر که بخوام لوله کشی انجام بدیم. کندنسر رو
کاری که انجام میدیم برکتشون نصب میکنیم. این هم بازم مثل همون میگردیم دنبال اون چیزها، چون بارها شده بچه ها رفتن سر کار، همون برو دنبال تیغ و برو دنبال فلان، نه سریع بیره بیره میکنیم باز بکنیم. اون هم زحمت چی میکشیم، این هم بازم نگاه میدیم کجا خورده، این هم این برشه احسان. خب بزنیم اینجا کاری که انجام میده، این هم یکیش اینجاش برداشته میشه، بعد یکیش دوم برداشته میشه. کارتون قبلا این بود که باید اینجا رو میکشتی بالا، ولی الان قابل ور نمیشه. طراحی آسان شده که انجینیرها کمترین سختی رو بکشن. خب اینجا رو میداریم، میذاریمش اینجا. خب اولین کاری که به عنوان انجینیر میکنیم، باید بریم یه دستگاهی رو که باز میکنیم قبل از که چیزش رو جابجا کنیم ببینیم این دستگاه با چه وسایلی اومده. یعنی تونتون کارتونا رو که دور می‌ریزیم معمولا چیا رو بهش چسبونه. این کاری که می‌کنیم دفترچه رو باز می‌کنیم، که داخل دفترچه اش علی بزن که پیشر بازش کن. آره این کلام هست. اوکی. خب داخل دفترچه اش بازم یه دستور و کار نصب داره، میتسوبیشی هوی اینستالیشن مانوال فور آوتدور یونیت، که اینو حتما بچه‌ها توصیه می‌کنیم بردارین بخونین، تمام دیتیلز روش نوشته که حالا یه مقدارشو ما اینجا کاور میکنیم که روی نصب کولر هست که آقا چجوری. خب این پلاستیکی که باز کردیم، دو تا تبدیلی که داخلش هست، این کندانسور 7 کیلووات، اون اواپراتور هم 7 کیلوواته، و یه سری تفاوتی برای که این بتونیم این کندانسور 7 کیلووات رو به یه سری از یونیت ها نصب کنیم، یه سری تبدیله گذاشته که الان ما اینجا 1/4 داریم، اینجا 1/2 داریم، ولی تو یونیت اینجا 3/8 داریم با 5/8 که میایم این تبدیل رو میزنیم اینجا مچش میکنیم با اون. یعنی اینجا شد 1/4، اونجا هم شد 1/4، این شد 5/8، این مچ میکنیم اصلا تبدیل میخوره اینجا. خودش هم از قبل فلر کرده، همه چی آماده در اینجا میشه 3/8. یعنی در اصل ما الان دو تا لولامون شد یکی. حالا از یه سایزی که میره بالاتر، از سایز 7 کیلووات که میره بالاتر، دیگه اینا رو تبدیلا رو نداریم. دیگه خودش اون سیستم رو داره. مچ کردن. خب کندانسور رو باز کردیم. لوله‌هاش هم کشیدیم. لوله‌ها رو کشیدیم. یه پلاستیکی قبل از که فراموش کنم، پلاستیکی هم که بگیم توی کندانسور. اوکی، یه لحظه اون کارتون رو بذاریم. حالا می‌بینیم که اون کندانسور رفته روی برکت نصب شده. زمانی که رو حالت گرمایشی داریم استفاده میکنیم، میدونیم که این کندانسور میشه اواپراتور و آب از این میریزه، و اگر تو پیاده رو جایی نصب میکنی که مشتری برایش مهمه که این آب رو سر کسی نریزه، این تبدیل رو گذاشته. که میان کاری که انجام میدیم، میگه بعضی از این سوراخی که اینجا گذاشته، این سوراخ رو آره می‌بندیم، یه دونه از سوراخ‌ها رو فقط ما می‌خوایم که بری بیرون. نگاه کنیم مثلا می‌خوایم از این بره یا می‌خوایم از این بره. فرضی که مثلا می‌خوایم از یکی بریزه بیرون، کلیله پولکان لوله تفلون به واسطه کنیم که باید یه ذره با نرمی بره داخل میشه. و اونای دیگه رو می‌بندیم. اینو نیاز نداریم می‌بندیم چون این بالاست. ولی نگاه این پایین اینو می‌بندیمش. اینه؟ آره این به اندازه همونه که بالا هست گذاشته. اینا اینجا می‌بندیم. مثلا یه دونه اینجا می‌بندیم. ولی سوراخی که بالا بود نیازی نداشت. خب اینم مولای تخلیهش که حالا بالا باز میکنیم در موردش توضیح میدیم. اوکی میریم سمت قسمت عرقش، که کاری که انجام میدیم بلوکشی ها رو انجام دادیم و تست نیتروژن کردیم و کیوم کردیم و کیوم که کردیم و کیوم که گردیم گازو رو باز میکنیم. یا چه فرنسا محبت کن حالا میریم سریع سمت برقش. خب چه فرنسا رو اوکی برسی. خب نگاه کولر، این کولر رو اصطلاحا میگن پری چارج، یعنی پری چارج یعنی از قبل شارژ شده. سیستم های رفریجری، سیستم های سردخونه هیچ وقت از قبل شارژ شده نداریم، فقط توی ایر کاندیشنینگ هست که از قبل شارژ شده. همینجوری که میبینید نگاه کن، دو تاش فرانسیته داخل. نگاه کنیم این رفته داخل، تو ته رفته نشسته. اینا رو ما باز نمی‌کنیم، یعنی زمانی که داریم تست نیتروژن می‌کنیم وکیوم کردیم شیرا رو باز نمی کنیم، فقط زمانی که وکیوم تموم شد شیرا رو میاریم بکسیل میکنیم که گاز از اینجا بره داخل سیستم. اوکی سیستم برقش رو داریم نگاه میکنیم، یه دونه ارت داریم، یه دونه نول داریم،
یه دونه فاز داریم که اینجا زیرش نشه پاور سوپلای، یعنی آقا برق سته برقمون رو میدیم به این ترمینال جدا میشه، یه ترمینال دیگه رو داریم که نوشته 1 2 3 ارت، که این 1 2 3 رو وصل میکنیم به 1 2 3 اواپراتور یا همون یونیت داخلی. اینم که برقکار برامون برق آورده کنار یونیت تو آیسولیتور سویچ آورده، فاز اون نول ارت میدیم به اینجا. حالا می اونجا آورده اونجا رو اینجا کاری که انجام میدیم یکیشو باز میکنیم. این حالا همش تصورمون اینه که این تو سقف آویزونه، بازش کردیم که اینجا باز کردیم، این خودش میتونه همیشه آویزون باشه از سقف. یه اگه خواستیم میتونیم بیاریم این بر بازش کنیم بر تو دستمان نماشه کشویی. آره میزنیم اونجا. معمولا بچه ها میگیم پیچه هر جا باز میکنیم پیچه رو دوباره ببند سر جاش که دیگه این پیچه گم نشه. احسن، پیچه رو دوباره اینجور میبندیم سر جاش. خب همش تصور اینه که به سقف آویزونه، کابل از این بر رد میکنیم، از این بر میبینیم دو تا کابل ما اینجا رد بکنیم، یه کابل از همون 1 2 3 که اومده نگاه نوشته 1 2 3 ار دقیقاً. اگه اونجا یکی دادیم قهوه، اینجا یکی میدیم قهوه، اگه دور دادیم آبی آبی، سه رو دادیم سیاه. که معمولا همین کار رو میکنیم. ما تصورم اینه که یک فازه همیشه قهوه‌ای رو میدیم به این، اگه تیم قهوه‌ای باشه، اگه آبی داشته باشه آبی رو میدیم به این، سیاه رو میدیم به این، ارت میدیم به این. ولی بعضی کابلا میاد همش سیاه است ولی روش نوشته 1 2 3 ارت، 1 2 3 حتی ارت هم نداره، 4 داره اوکی. ارت میدیم میاد مثلا میگه ارت شماره 4. بعد یه دونه کنترل داریم که اینجا یه ایکس و وای داریم، ای و بیش استفاده نشده، یه ایکس و وای داریم که من همینجا که اینو میگیریم منم کنترل هم کنترل یه کابل 2 در 75، یعنی یه کابل نازکی هست، این کنترل میشه. کنترل یه ذره پینشو بینیم بالا این کار کنیم در میان، یه پیشکوشی نازکی میخواد نرسی مانه اوکی. حالا پشت این کنترل رو نه فعلا بازش نمی کنم ولی خیلی چیز نداره، یه ذره اوکی. نه بازش کنم نگاه این زیرش کلن این کنترل رو دیوار نصب شده، رو دیوار نصب شده شه، یه دو تا زیرش اینجا یه پینی داره، این پینا رو که بزنیم باز میشه. خب اینجا هم بازم یه ایکس و وای داریم که اگر ایکس دادیم قهوه‌ای، اینجا ایکس می‌دیم قهوه‌ای، وای هم دادیم آبی آبی می‌دیم. اگه یک و دو اوکی، دو تا رو با هم کابل رو با هم وصل می‌کنیم. خب برقمون هم وصل کردیم، در پوش دوباره برق گردونیم روش، دو تا کابل از اینجا اینجوری مثلا اینجوری دادیم رد. اگر که نتونستیم کابل رد نشود ما بچه‌ها اگه مثلا اینو بازش بکنیم کابل رو زیرش رد بکنیم، می‌بینید اگه بعضی موقع کابل چون زیرش یه ذره چیز کرده اینکه ابر گذاشته، چرا ابر گذاشته که هوا رو از این بر نکشه. اگه دیدیم سخت رد کردنش که رد نشو اینو باز میکنیم کابل رو، کابل کنترل کابل باز کنیم و اینو دوباره میزنیم روش، درست چون همونجوری گفتی نمیخوایم هوا از اونجا بره. خب برقش گازش رو کشیش کردیم، گازش بهش باز کردیم، برق 1 2 3 رو باز کردیم، کنترلش هم باز کردیم که بعد در پوشم اینا گذاشتیم روش. حالا کاری که میخوایم انجام بدیم دیگه میخوایم بیایم پنل روش نصب بکنیم، پنلی که تموم شده. خب اینم اینجا البته قبل از اینکه ببندیم بعد اون سوکت پنل رو بزنیم که داشتم فراموش میکردم. خب این کوله رو تصور بازم میکنیم به سقف وصلش کردیم، حالا بیایم اینه که بیایم پنلشو بزنیم به این میدیم پنل همون روکش روشه که بازم باز کردنش اینجا رو میبینیم بالا خب این روکش پنل اصلیه، کاری که اول رو پنل میکنیم میبینیم بازم خیلی مهمه دفترچه، هر چیزی که باز میکنیم سیستمش جوری هست که دفترچه رو اول به قولن روش گذاشته، یه مطالعه کوچیکی میکنیم که حالا بازم توضیحات رو روش میدیم، چیز خاصی رو نداره ولی توضیحات رو الان میدم. خب کاری که انجام میدیم این روکش پنل که بعد ها این کودری که نصب کردیم این معبر بالا نصب میشه، که حالا همین نقطه های خودشو داره که الان میدیم. اولین کاری که میکنیم
کاری که انجام میدیم این چسبا رو میکنیم، چون که باید گوشه‌هاشو در بیاریم. چسبا رو که میخوام بکنیم از کارخانه اومدیم بغل چسبا دلمه کرده که اینجا رو کنیم بکشیم. اینجا وقتی گوشه ها رو کندیم این گوشه ها رو شروع میکنیم باز میکنیم. قبل از که گوشه ها رو باز کنیم چون گوشه ها رفته زیر فیلتر، دو تای پین فیلتر میکشیم اقام فیلتر رو باز میکنیم. فیلتر رو باز کردیم این لولا در میاد. حالا یه بعد که فیلتر رو خاصی میزنیم بزنیم اینجا فیلتر میتونیم تو جاهای دیگه هم جهت هر جهت میتونه بخوره. یه سایزه فیلتر میزنیم، فیلتر میزنیم کنار این کورنر در میاد. این کورنر رو فقط پین داره تو کورنر در زیری که از کورنر ها پیچه این کنج اینجاشو فشار نمیدیم، اینجا رو فشار میدیم اون پشت میاریم بیرون. نگاه پشت پین رفته توی این پین آخریه پیچه رو توی یکی زیر از اینه گذاشت. نگاه پیچه رو گذاشت نگاه خب پیچه رو پیدا کردیم. پیچه رو که برداشتیم یک کاری به اینه فعلا ندیم میریم دست اونجا. خب این الان آزاد شد، کولرمون تو سقفه، اینو میخوایم بریم تو سقف وصل کنیم. نکته ای که برداشت باید دقت کنیم این سوکته باید بیا سمت باکسه، یعنی اینه که تصور کنید این رو سقفه، اینو ما میخوایم بیام بندازیم روش و پیچه رو بزنیم. بعد من گفتم خب خیلی سخته که یه نفر بخواد اینجوری اینو بالا نگه داره پیچه رو بزنه یا این پیچه رو ببنده، خیلی سخته. من دو تا پینه رو برداشته داشتم چون کاری که میکنی همین رو که بالا هست این پینه رو میندازی داخل قلاب اینجا، داخل قلاب اینجا، اینجا خودش وای میسته. یعنی به معنی که قلاب رو کار ما بریم وایسیم کار کنیم. باری کلا. احسن قلابی که آویزون کردیم، یه دونه سوکت داریم که نگاه که سوکت هم این سوکت مره دریچه ها هست. چون که تو همه این دریچه ها یه موتوره، یه دونه استو موتوره. برای باز بازی. احسن برای باز بازی کردن اینا ایس بشه. اینی که بزنیم این کابل رو میاریمش. اینجا این تو دیگه دیگه الان میتونیم دریچه‌مون رو ببندیم. اوکی. دریچه‌مون رو که بستیم، پیچه‌شو که بستیم. خب. نگاه می‌کنیم ببینیم این پلاستیک چی بود. پلاستیک رو باز می‌کنیم. پلاستیک 4 تا پیچه بلنده با 4 تا پیچه کوتاه هست. خب. چیزی که داریم 4 تا نوار داریم که الان نوار رو میگم کجا استفاده می‌کنیم. 4 تا پیچه بلند داریم با ماشین، 4 تا پیچ کوچیک داریم. این 4 تا پیچ بلندو این که خودش دیگه الان گیر کرده از اینجا شروع می‌کنیم 4 تا پیچمونه می‌بندیم اون سمت اونجا. ببینید برای هر 4 طرفش بسته میشه و سفتش می‌کنیم تا آخر. یه ذره مزارت از این پیچ بنده کامپکت می‌خواد که سری ببندتش. پس که دیدی اولش خب نتونستم رو ببندنش. او یه ذره یه آهن اینجا باشه، یعنی یه قشنگ بسته شد. یه ذره اون عددش این بسته شد. خب این هم سمت چهار طرفش میبندیم. چهار طرفی که بستی حالا میمونیم خب کاری که هم بمونیم چهار طرفی در پوش رو میخواد بزنیم. در پوش ها رو این کنج اینجا میره داخل و میره اونجا، یه دونه از این پیچه میخوره سمت اون. حالا قبل از که ببندیمش میام این چهار تا نوار رو میگیم. فرض بکنیم که ما رفتیم یه کولر رو سرویس بکنیم و نیاز داره که این قابش رو باز بکنیم که بیاریم بیرون و نمیخوایم که این قاب از بالا ول بشه بیا پایین. ما دان جوری که دیزاینش کردن یه سوراخی داخل این هست، این سوراخ رو میخوره داخل اینجا، سوراخی داخل این خورد و یه سوراخ دیگه هم داخل اینه میخوره داخل این. اتفاقی که میفته شما زمانی که پیچ اینو باز کردیم مثلا اولی که از دست من افتاد اینو آویزه میشه جون میاد که نیفته پایین. حالا بعد که کارمون الان کارمون داره تموم میشه که داریم یه کولر رو میبندیم که بدیم تحویل مشتری، اینو میذاریمش اینجا بسته میشه. یه دونه از این پیچا میخوره کجا سمت اینجا بسته میشه. خب تصور اینه که اون چهار تا رو بستیم این سری چهار تا بزنیم بسته تانکیو اینو بشه اینجا بشه اینجا که بسین دستو در کنیم بشه از اینجا. خب میمونه سمت فیلترش که فیلترش هم کاری که انجام میده میره سمت یک میتونه از همه بر بخور میتونه اینجا بزنیمش بسته بیده که میخوام مشتری از کنم بازش بکنه که زمان شما بکشه بزنش دارم این بشه بزنش بزنش
اینم میذاریم سمت سمت اصلی میشه سمت اینجا یه ذره میارش بالا بعد میارش پایین احسن این ذره پینه رو شما باز میشه یه دستمالی هم باید میذاریم همه اینجا رو تمیز میکنیم این دقیقا باید مثل این باشه که مشتری یه ماشین نوع خریده نمیخواد یه جاش لکه باشه و کثیف باشه این هم همینه وقتی که میاد نگاه میکنه باید دقیقا احساس کنه یه چیز نوع ایران داره حالا بعد سرم اگه بیلدر یه کسی میاد کثیفش کنه مهم نیست ولی مهمه که ما وقتی کار تمیز تموم میکنیم یه کار تمیز اینو انجام داده باشیم موفق و پیروز باشیم